توهین زشت صدا سیما و مجریش به دکتر فیروز نادری بعد از مرگش. با ما همراه باشید، راجبش صحبت میکنیم و صحبت‌های توهین‌آمیز این مجری رو هم میبینیم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب اصلا دوست نداشتم راجع به این مجری های پاچه‌خوار صدا سیما که فقط پاچه‌خواری بالایی ها رو بلدن و از هر طریقی سعی دارن هر کسی که حالا هنری داره یا علم و دانشی داره رو بکوبن که پاچه‌خواری بالا سری هاشون رو بکنن ویدیو بسازن. ولی خب یه وقتایی واقعا صحبت های یه سری از این مجری های پاچه‌خوار صدا سیما که تا یکی دو سال پیش اصلا معلوم نبود کجا بودن و چی کار میکردن، الان یه هوشون مدیر سازمان عوض شده اومدن روی کار و جای افرادی مثل عادل فردوسی پور و احسان علی خانی رو گرفتن، یه رفتارهای توهین‌آمیزی انجام میدن که آدم نمیتونه سکوت بکنه. نمونش هم همین صحبتهایی هست که این مجری صدا سیما در مورد فیروز نادری انجام داد و به قول خودش مثلا میخواست حمله بکنه و تخریب بکنه ایشون رو و دلیل مثلا منطقی هم برای صحبتاش داشت. این مجری راجب فیروز نادری که چندین سال جز مدیران ارشد سازمان ناسا بوده که بزرگترین سازمان هوافضای جهان به حساب میاد، گفت که اصلا فیروز نادری دانشمند نبوده و سواد و علمی نداشته، چرا اینقدر گندش میکنید؟ دلیلش هم واسه این تخریبش این بودش که فیروز نادری اصلا خدا رو قبول نداشته و کافر بوده، که تو همین حرفش هم یه جورایی تحریف شده و فیروز نادری توی چندین مصاحبه گفته بود که این خدایی که جمهوری اسلامی به ما معرفی کرده رو من اصلا قبول ندارم و همش دروغ هستش. اون اصلا راجع به موجودیت خدا و اینکه خدا وجود داره یا نه یا اینکه کافر هست یا نه اصلا صحبتی نکرده بود. کل جبهه‌گیری هم که صدا سیما و این مجری پاچه‌خوارش به فیروز نادری داشتن به خاطر صحبت‌هایی بوده که توی چند ماه اخیر در مورد اعتراضات مردم و حکومت جمهوری اسلامی انجام داده، وگرنه در کلیت اصلا ربطی به خداشناسی یا کافر بودن فیروز نادری نداشته این ماجرا. بعد خود این مجری فکر کرده توی آمریکا هم مثل ایرانه که یه نفر که حالا مثل خودش پاچه‌خواره بدون هیچ تخصص، بدون اینکه حتی چهره یا المان‌های اولیه یه مجری رو داشته باشه، بیا توی صدا سیما تریبون بگیره و هرچی دلش میخواد بگه. یه فردی که بالاترین درجه تحصیلی رو توی بهترین دانشگاه جهان داشته و سالها جز مدیران ارشد ناسا بوده رو میگه دانشمند نیست و هیچ علم و سوادی نداره. خود این مجری الان بخواد رزومه‌شو به هر شبکه درب داغونی توی بورکینافاسو هم بفرسته، به محض اینکه عکس روی رزومه رو ببینن اصلا رزومه رو باز نمی‌کنن. بعد این آدم به خودش جرأت میده که بیاد راجع به یه فردی مثل فیروز نادری صحبت بکنه. بریم قسمت‌هایی از صحبت‌های چرت و پرتی که این مثلا مجری انجام داده رو بشنویم، نظرتون رو برامون بنویسید. هم شروع کردن پست و استوری و توییت تسلیت و فلان و نمیدونم خدا بیامرزته تو، آقا خودش به خدا باور نداشته، رسما کافر بوده. ببین اصلا بعضی کلمات رو ما عوض کردیم، اون زشتیشو کم، مثلا میگه خدا ناباور. خدا ناباور چیه؟ کافر، کافره دیگه رسما، میگه خدا نیست، عالم غیب نیست. بعد یه عده شروع کردن واسه این پست و استوری اینا گذاشتن که نمیدونم فلان بوده، آخ خجالت بکشید دیگه. این که دیگه بحث سیاسی که نیست، که بحث جمهوری اسلامی و انقلاب و نمیدونم محور مقاومت و چین و طرف خدا رو باور نداره و نه تنها باور نداره که در جهت گسترش این ایدهش، این اعتقادش، این حرفش هی تلاش میکرده، مسخره میکرده. بعد شما که مثلا مسلمونی پست میذاری واسه این تسلیت، میگی نمیدونم پست میذاری آرزوی فلان میکنی، خجالت نمیکشی؟ به دانشمند بوده، من نمیدونم دانشمند بوده، این اسم زحل رو نمیدونست، زحل و زهره رو با هم قاطی میکرد، میگفت تو این مسابقه اخیرش نشون دادیم، بعد حالا از دانشمند بوده، تو کدوم واسه؟ خب دوستان، نظرتون راجع به این صحبتایی که انجام شد چیه؟ حتما نظراتتون رو برام کامنت بکنید. به نظرتون این مجری با چه قصد و نیتی این صحبت‌ها رو انجام داده؟ چقدر باهاش موافق هستید و چقدر مخالف؟ برامون تو بخش کامنت‌ها بنویسید. یک دنیا سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد می‌کنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.